به نام و یاد خدا. بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از خبرگزاری صدای افغان خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی روی بیش از 25 طرح پیشنهادی صلح و شمول طرح ریاست جمهوری که حکومت صلح نیز بخشی از آن می باشد کار می کند. بر اساس گزارش ها، طرحهای ریاست جمهوری، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و برخی احزاب و نهادهای دیگر از جمله این طرحها می باشند که برای ارائه در نشست استانبول تهیه و ترتیب شدند. رئیس جمهور غنی دیروز در قصر چهارچنار چهارچوب برای نقشه راه صلح را در حضور مقامات دولتی از جمله دو معاون خود و وزیر خارجه تشریح کرد. هرچند جزئیات طرح رئیس جمهور غنی هنوز رسانه ای نشده است، اما گفته می شود که این طرح شامل 16 مؤلفه می باشد که در 3 مرحله توافق سیاسی، حکومت صلح و اعمال صلح، دولت سازی و ایجاد مارکت گنجانده شدند. قرار است نشست استانبول در پیوند به صلح افغانستان در جریان ماه جاری میلادی برگزار شود. هرچند زمان برگزاری نشست استانبول هنوز به گونه رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه ها به نقل از منابعشان گزارش کردند که امریکا، ترکیه و سازمان ملل در مورد تاریخ برگزاری این نشست توافق کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP پیش بینی کرده که ممکن است میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یابد و افراد نیازمند و کمک تا پایان سال 2021 میلادی به 18 میلیون نفر برسد. این نهاد با نشر گزارش تازه از وضعیت افغانستان افزوده که اگر روند صلح با موفقیت همراه باشد، در 4 سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور به 7% افزایش خواهد یافت. به گفته سازمان ملل، در این صورت درآمد دولت افزایش خواهد یافت، روندی که دولت را در تأمین بودجه برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادیش توانمند می‌سازد. در این گزارش پیش بینی شده که ممکن است اقتصاد افغانستان در مدت 2 تا 3 سال آینده به سطح پیش از شیوع کرونا بازگردد. درآمد سرانه نیز پیش بینی شده که در سال 2024 میلادی نسبت به سال 2019 میلادی 10% کمتر باشد. قبل از این وزارت مالیه اعلام کرده بود که در سال 2020 میلادی میزان رشد اقتصادی کشور منفی 5% بوده است. در پی درگذشت پدر دبیرکل اتحادیه بین المللی رادیو و تلویزیون های اسلامی، حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری آوا و مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان، با صدور پیامی به حجت الاسلام و المسلمین کریمیان این ضایعه را به وی تسلیت گفت. در پیام حسینی مزاری آمده است که خبر ارتحال پدر بزرگوارتان را که عمر شریف خود را در راه عبادت خدا و خدمت به خلق او گذراند دریافت کردم و باعث تأثر و تعلم خاطرم گردید. این جانب از طرف خود و تمام مسئولین و پرسنل خبرگزاری صدای افغان و مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در داخل و خارج افغانستان، این ضایعه معلمه را به حضرت عالی و باقی اعضای فامیل آن مرحوم مغفور تسلیت می‌گویم. از خدای متعال برای آن تازه عروج کرده غفران الهی و جنت برین و برای حضرت عالی و سایر بستگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. این جانب را در غم و اندوه از دست دادن این عزیز پدر شریک بدانید. همچنین اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با صدور پیامی به نمایندگی از رسانه ها و شبکه های عضو، همکاران دبیرخانه و مراکز و سازمان های وابسته به این اتحادیه در گذشت پدر بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی کریمیان، دبیرکل این اتحادیه را تسلیت گفته است. بر اساس گزارش ها، زلمه خلیلزاد طی نامه‌ای به هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر آجندای نشست ترکیه را در اختیار آنها قرار داده است. اجماع سیاسی برای حل زود هنگام بحران افغانستان، ایجاد حکومت مشترک، اجماع منطقه‌ای و جهانی از بخش‌های مهم آجندای نشست ترکیه عنوان شده است. گفته می‌شود خلیلزاد پس از آن جزئیات آجندای نشست ترکیه را به دو طرف سپرد که نشست‌های 6 جانبه در قطر از بهر توحید آجندای نشست ترکیه نتیجه ملموسی به همراه نداشتند. اما هیئت‌های دو طرف به گونه رسمی از دریافت آجندای نشست ترکیه از سوی زلمه خلیلزاد چیزی نمی‌گویند.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور گفته که پلیس کابل عاملان قتل یما سیاوش مجری مطرح تلویزیونی افغانستان را بازداشت کردند. و امروز در توییتر خود نوشته که این گروه 11 نفری طالبان در شمار زیادی از بمگذاری‌ها، ده‌ها ماین‌گذاری و از جمله قتل یما سیاوش دست داشتند. در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در شهرهای بزرگ افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. اگرچه دولت طالبان را مسئول تمام این ناامنی‌ها می‌خواند، این گروه دست داشتن در اکثریت این رویدادها از جمله قتل خبرنگاران را رد کردند. این در حالی است که امروز در اثر انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دو فرد ملکی کشته شده و به شمول 3 پلیس 18 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته 70 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شدند. با ثبت این تعداد موارد مثبت کرونا، شمار مجموعه بیماران کووید 19 در افغانستان به 56943 نفر افزایش یافته است. تا کنون 2516 نفر در کشور بر اثر کرونا جان باخته و شمار مجموعه بهبود یافتگان تا کنون به 51940 نفر رسیده است. دور جدید گفتگو بر سر بازگشت آمریکا به برجام و همچنین رعایت تعهدات برجامی از سوی ایران آغاز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات را سازنده دانسته و روحانی رئیس جمهور ایران آن را فصل تازه‌ای در احیای برجام خوانده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آغاز این مذاکرات را مثبت اعلام کرده است. پرایس در ارتباط با روز نخست این مذاکرات گفته است این گامی مثبت است، یک گام سازنده، گامی که میتواند مفید واقع شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز امروز در جلسه هیئت دولت دور اول مذاکرات 4+1 با ایران و با آمریکا را موفق ارزیابی کرد. قرار است گفتگوهای 4+1 با ایران و آمریکا به طور جداگانه روز جمعه 9 آوریل در وین ادامه یابد. جنبست و ارزیابی کشورهای زیربط نسبت به روز نخست این گفتگوها مثبت بوده است. تشکر از همراهیتان. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.